یکی از نمایندگان ایران خواستار صدور شناسنامه برای معاودین عراقی شد سلام امینی نماینده ایلام در جلسه علنی مجلس در تذکری به وزرای کشور و خارجه ایران خواستار پیگیری صدور شناسنامه برای معاودین ایرانیان بازگشت داده شده از عراق به منظور جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق آنان شد وی درباره وضعیت شناسنامه معاودین عراقی گفت واژه معاود درباره افرادی به کار می رود که به جایی تعلق دارند اما معاودین عراقی به ایرانیانی اطلاق می شود که در عراق زندگی کردند و در ده های اخیر به ویژه در زمان رژیم صدام به ایران عودت داده شدند نماینده ایلام در ادامه سخنان خود تعداد معاودین عراقی را بیش از سه هزار نفر دانست و گفت این افراد قریب به چهل سال است که بدون شناسنامه در ایران زندگی می کنند و در پاره ای از موارد آنان را برای انجام آزمایش های دی این ای با هزینه بیش از پنجاه میلیون ریال ارجا می دهند که در توان این افراد نیست. امینی خاطر نشان کرد افراد محلی اجداد معاودین عراقی را می و حتی با آنان قوم و, و فامیل نیز هستند. درخواست ما رسیدگی به این وضعیت برای احقاق حق این افراد است این در حالی است که در بسیاری از گزارش ها تعداد معاودین بیش از یک میلیون نفر عنوان شده که همگی آنها با مشکلاتی از جمله نداشتن شناسنامه مواجه هستند نداشتن شناسنامه بسیاری از عراقی های ایرانی الاصل را از حقوق شهروندی محروم کرده که از آن جمله میتوان به مشکلات ازدواج، تحصیل، خرید و فروش و کسب و کار و منع سفر اشاره کرد